السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه خواهران و برادران مؤمن و مسلمانم، موضوعی را که ما میخوایم سر از صحبت کنم در برای الله سبحانه و تعالی است. الله اسم لذات واجب الوجود مستجمل لجميع صفات کمال و مبرون عن النقص و الزوال. الله اسمی است برای ذاتی که موجودیتش لازمی و ضروری است و در برگیرنده تمام صفات کمال است و پاک است از همه عیوب و نواقص. الله کیست؟ الله مالک، الله خالق، الله رازق، الله مشکل کشا، الله حاجت روا، الله دستگیر، الله هادی، الله امید. الله جل جلاله دارای صفاتی است که ما مسلمانان اگر صفات الله سبحانه و تعالی را بدانیم، پس هیچ وقت یک مسلمان به غیر الله رو نمیارد. وقتی که تو میدانی الله مشکل کشاست، پس چرا از ملا، از جادوگر، از دجالا بری کمک بطلبی که تو مشکل مرا حل کن، در حالی که او هیچ مشکلت را حل کردن میدانه. این صفات فقط صفات پروردگار است که مشکل کشا، دستگیر، حاجت روا الله سبحانه و تعالی است. الله ذاتی است که نه کسی از او تولد شده و نه او از کسی تولد شده، نه شریک داره نه مثل دارد. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. الله سبحانه و تعالی ذاتی است که بدون خودش تعداد لشکریات و مخلوقاتش را کسی نمیداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما یعلم جنود ربک الا هو. الله ذاتی است که او را نه پینکی میبرد و نه خواب. ما انسان ها به خواب ضرورت داریم، خواب ما میبرد، انسان هستیم، مگر الله سبحانه و او ذاتی هست که او را هیچ وقت خواب نمیبرد و پینکی نمیبرد. الله ذاتی است که برای او تسبیح میگوید هر آن چی که در آسمان ها و زمین است. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. هر آن چیزی که در هفت آسمان و زمین است، تمامشان ذکر و یاد و تسبیح پروردگار را میکنند. در بین هفت آسمان که است، ملائکه ها و دیگر مخلوقاتی که ما نمیدانیم و آنچه که در زمین است، مانند انسانات، حیوانات، نباتات، ماهی ها، سنگ، چوب، جامدات، کوه، دریا، دشت، همه اینها ذکر الله سبحانه و تعالی را میگویند. پس میبینیم امی زمین و آسمانی که شما مشاهده میکنین و می بزرگیش، مثلا در زمین بیت الله هست که همه انسان ها او را طواف می کنند. یک لحظه از طواف از او خالی نیست، همیشه انسان ها در دور از او طواف می کنند. همچنین در آسمان هفتم بیت المعمور وجود دارد که روزانه 70,000 ملائکه بیت المعمور طواف می کند. وقتی که یک دفعه آنها طواف کردند، دوباره منتظر نوبت می شنند، ولی تا روز قیامت نوبت آنها نمی رسد. یعنی ملائکه های پروردگار اینقدر زیاد هستند. با وجود این امی زمین و آسمان، امی سیارات، امی کهکشان ها، تمام امیار اگر ما و شما جمع کنیم در نزد عرش پروردگار بگذاریم، برابر یک انگشتری است. یعنی عرش پروردگار اینقدر بزرگ است. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از آن چه خوانده ایم شنیده ایم برتری. پس الله سبحانه و تعالی ذاتی است، ذاتی یگانه ای است که همه کائنات، همه مخلوقاتی را که پیدا کرده، همه به خاطر عبادت و کار است که باید عبادت الله سبحانه و تعالی را بگویند. الله سبحانه و تعالی شرک نیارند. یعنی هر قدر اگر ما بخواهیم درباره الله سبحانه و تعالی صحبت کنیم، درباره ذات از او هر قدر که صحبت کنیم کم است. یعنی این قدر بحث است که شاید ساعت‌ها را دبر بگیرد. بنابراین من خواستم بسیار کم، یک تعریف بسیار مختصر و یک معلومات بسیار کوچک درباره الله سبحانه و تعالی به شما بدهم. خدا کنه از این مستفید شده باشین و شما را به خداوند پاک می سپارم. تشکر بسیار زیاد از کامنت ها، لایک ها، تشویق های شما. خواهران و برادران مسلمانم در پناه رب العزت باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.